رذیلانه از یک سو با فتواهای خمینی خون کشیشان مظلوم رو بر زمین ریخت و از سوی دیگه این جنایت ها رو به مجاهدین نسبت داد تا چهره مقاومت و مجاهدین رو مخدوش بکنه. اما پس از افشای این جنایت توسط مقاومت و مجاهدین، این توطئه رذیلانه وزارت اطلاعات در جریان جنگ و جدال های باندهای درونی رژیم به سرعت برملا شد. من آمادم که در کلیسا جان خود را تقدیم کنم، باشد که دیگران بتوانند در آرامش و صلح بدون ترس خداوند خود را نیایش کنند. نه فقط راضیم به احترام نام مقدس خدا در زندان باشم، بلکه حاضرم به خاطر عیسی مسیح خداوند جان بدهم. اینها تنها گوشه کوچکی از کارنامه ترور و جنایت هیولای حاکم بر میهنمونه. واقعیت اینه که پرداختن به این موضوع نیازمند به صدها ساعت وقت و دهها برنامه داره. در این برنامه اشاره‌ای به صدها قتل زنجیره‌ای در ایران نشد، اشاره‌ای به قتل دکتر کاظم رجوی و 450 عملیات تروریستی در کشورهای مختلف نشد، عملیات هایی که در برخی موارد صدها تن انسان بیگناه در اون به قتل رسیدن.